دورت میفرستم خدمت همه شما دوستان عزیزان دمتون گرم امیدوارم که شب و روزگارتون خوش باشه در مورد یه اتفاقی افتاد که یه خود دیدم خبر برجسته نشد کمال بندی که در حقیقت توی این برنامه من عکس فیلمی نشون نمیدم آقای کمال ساخنگوی سخنگوی سازمان انرژی اتمی عکس فیلمی نشون نمیدم میخوام کوتاه قضیه رو جمعش بکنم و قد این خبر رو برجسته کنیم چون فکر میکنم خبر خیلی مهمیه که ایران یک قدمی بمب اتمه یا حتی کاملا چرخه تولیدش رو تونسته فرا بگیره آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در مراسم 13 آبان گفتن که ما مدتی محدودیت داشتیم اما خوشبختانه با قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی دست و بالمان باز شده طبق قانون از ما 120 کیلو 20 درصد خواستن در حالی که الان از 210 کیلو عبور کرده ایم تا کنون 25 کیلو 60 درصد تولید کردیم که به استثنای ببین این بخش صحبتش خیلی به نظر من مهمه که میگه به استثنای کشورهای دارای سلاح هسته‌ای هیچ کشوری قادر به تولید آن نیست نکته مهمیه اینجا قشنگ یه اشاره میکنه از تو بند بعدیش هم میگه سلطه ای که آمریکا به دنبال آن بود نه تنها امروز کنار رفته بلکه روز به روز حالا در حال افول است این بخشش برا مهم نیست اینجا که میگه تعداد اولا اورانیوم ما شد 210 کیلوگرم گرم 20 درصد و 25 کیلوگرم گرم 60 درصد که فقط کشورهایی که سلاح هستهی دارند چنین حجمی از اورانیوم غنی شده رو در اختیار دارن این صحبت کمالوندی به نظر من هایز نکات بسیار گسترده یه ببینید ایران تونسته در حقیقت که الان دارم این تعداد رو میبینم و این شرط رو میبینم ایران موفق شده به چرخه کامل تولید تا شلی که بمب اتم برسه یعنی هر زمان بخواد میتونه در عرض چند روز بارند بمب اتم رو بسازه و حتی شلی کنه موشک خرمشهر موشک بالستیک خرمشهر برای همین امر مناسبه تا اونجایی که الان خب بنابراین ببینید شما داشتن بمب اتم یک بازدارندگی ایجاد میکنه چه داشتنش از داشتنش میدید خطرات خودش هم داره حالا من نمیدونم ایران داره یا نداره اینا رو ما نمیدونیم ما داریم بر اساس اخبار رسمی نگاه میکنیم یعنی داشتن بمب اتم مثل مثلا داستان چرنوبیل رو دیدی چه اتفاقاتی افتاد اصلا بمب اتم داشتنش خطرات بالقوه وجود داره ولی ما نیاز به بمب اتم داریم بابت که یک بازدارندگی ایجاد کنیم در شرایطی که اسرائیل داره در شرایطی که کشورهای همسایهمون چون پاکستان و هند دارن ما نیاز داریم به داشتن بمب اتم که یک بازدارندگی ایجاد کنیم ولی قرار نیست این بمب اتم شلیک بشه خب ایران تصمیم گرفته تا اینجای کار که حتما به بمب اتم برسه ولی نسازه ولی جوری برسه که هر لحظه خاص در عرض مثلا 24 ساعت بتونه یک بمب اتم ما سری بسازه و شلیک بکنه یعنی ما اگر به دنیا ثابت کنیم که آقا جان ما اورانیوم غنی شده برای ساخت بمب اتم رو به اندازه کافی توی زراب خانه های خودمون داریم توی زرات خانه های خودمون داریم زراب. توی ذرات خانه های خودمون داریم و اینا آماده است و موشک بالستیک خرمشهر که هست از موشک های قاره پیمام که سر داستان فرستادن ماهواره ها بر روی مدار زمین ثابت شد که ما در حقیقت ماهواره های در حقیقت موشک های بالستیکی که بتونیم بفرستیم رو مدار زمین اینا موشک های در حقیقت قاره پیمام هستن یعنی حتی ما دیگه بردمون هزار کیلومتر هم نیست ما برد های خیلی بیشتر از این حرف میتونیم مثلا داشته باشیم ولی نمیایم بسازیم و اون بازدارندگی رو عین این که ساختیم همونقدر که قرار باشه بسازیم قرار بازدارندگی ایجاد کنه علم ساختن بمب هسته‌ای با توجه به داشتن این سر از اورانیوم غنی شده که برای بمب هسته به کار میره البته بهتون بگم توی سفرهایی که ایران این نفکش های خودش رو برد که بنزین رسون به ونزوئلا و از اونجا به قول بازداشتگاه مناطق ما انقدر اسکل بودیم که آناناس و در حقیقت کیوی و چه میدونم میوه استوایی اونجا رو آوردیم در حقیقت این برگشتش ما چیزهایی رو آوردیم که قبلا تو برنامه گفتم که اینها به درد ساختن یک سری از ابزارهای موشکهای بالستیک و اینا میخوره و توی این سفرهایی که رفتیم و حالا یک بخشی هم که از نمیخوام خیلی چیزها رو باز کنم به حال روابطی که با کره شمالی بود و غیره ایران رو توانسته توانمند بکنه من میگم من نمیدونم داریم یا نه ولی الان با حرفی که آقای کمالوندی میزنه اینگونه داره میگه نداریم ولی در حقیقت ساختش در چرخ تولید کاملش رو رسیدیم اینکه شما داشته باشیدم قرار نباشه شلدی کنی خب یه خطر بلقوت چرا داشته باشی که قرار نیست شلدی کنی ولی وقتی که به دنیا بگی آقا جا من در عرض 24 سال هر زمان دیگه اراده کنم دارم مواد اولیه هر مثل این مواد اولیه قرمه سبزی رو دارید هر زمان اراده کنی قرم سبزی ساخته میشه درست میشه حالا ما مواد اولیه رو کامل داریم حتی موشک پرتاب شوندش هم داریم هر وقت بخوایم اینا رو سر هم میکنیم و شلیک میکنیم این دست ایران رو در حقیقت برای این مذاکرات هسته ای باز میکنه که آقا جامعه من همه چی رو داره ولی نمیسازم اگه میخوای نسازم این تحریم ها رو وردار یعنی یه احرام فشاری برای ما تو مذاکرات میتونه باشه و یه اتفاق اتفاق بزرگیه به نظر من این مسئله که آقای کمالوندی گفت به نظر من معادلات و به شدت عوض میکنه اینکه ما رسیدیم به چرخه کامل ساخت بمب هسته که این اتفاق خوب زمانی افتاد که آقای ترام من بهتون گفتم ترام در دراز مدت مشخص میشه چه خدمتی به ایران کرد ببینید حتی با ترور سردا سلیمانی که خب یک غم بزرگی تو وجود ما جا گذاشت باعث شد آمریکا تو منطقه ضعیفتر هم بشه جالب با سلیمانی رو کشتن که قدرت بگیرن تو منطقه دارن میشن حملات به پایگاه آمریکایی شدت گرفته. آمریکا مترصد ترک منطقه است بعد از 20 سال از افغانستان و الان هم از عراق و بخشای دیگه باید بره بیرون و موقعیت ایران تو منطقه تقویت شد بعد با خروج آمریکا از برجام که اینو ما مدیون آقای ترام هستیم باعث شد جریانات مخالف آقای روحانی صداشون بیشتر بشه جریاناتی که اعتقاد داشتن مذاکره نه و باید روپای خودمون وایسیم بتوانن یه خورده پرابال بگیرن و نظام و یعنی نظام بخش دولت رو تحت فشار قرار بدن و نظام که در رفت شای خامنه ای بود توانستن حرفشون براتر بشه که بیایم حالا که آمریکا زده بیرون اوکی ما دیگه میریم تا تای قضیه و همینجوری با سرعت ما داریم کیک زرد و داریم اورانیوم و کیک زرد رو که اصلا زدن ترکوندن داریم اورانیوم غنی میکنیم و تونستیم حتی یکی دو تا دیگه از این نیروگاه های هسته ای رو ایجاد بکنیم دور از چشم حتی سازمان انرژی اتمی و اینها اقدامات بزرگی بود که ایران داره انجام میده و من تا اینجا که دارم بررسی میکنم ایران به قطعا یعنی این یه قطعیت کاملیه ایران قطعا میخواد که چرخه کامل بمب هسته ای رو بهش دست پیدا کنه که با صحبت کمالوندی ما به این قضیه میرسیم که ایران به چرخه کامل تولید بمب هسته دست پیدا کرده و ایران میخواد به اینجا برسه و خب یک هوشمندی نمیخواد تولید کنه که یک خطری هم برای ایران باشه که حالا دو تا نفوذی اگر بیان مثلا یه کاری بکنن خب یک خطر جبران ناپذیری داره ولی اینا فقط به اینا میخواد یه هشداری بده آقا ما دست پیدا کردیم و این یک برگ برنده ای برای ایران آقا دست پیدا کردن به اشباط داشتنش فرقی دیگه نمیکنه یعنی ما حداقل میدونیم هر وقت با... ما الان از الان میتونیم به صورت غیر رسمی جزء کشورهای هسته‌ای باشیم یعنی شما وقتی که به چرخه کامل تولید رسیدی درست بمب هسته‌ای نداری ولی هر وقت بخوای خواهی داشت پس به صورت غیر رسمی شما یه کشور هسته‌ای هستی ما میتونیم این خبر خوش رو تو این برنامه بدیم ایران یک کشور دارای بمب هسته‌ای شده بمب هسته‌ای بلقوه درست الان تو هیچ کدوم از جایگاه های نیروگاه های هسته ما بمب هسته ای وجود نداره ولی هر وقت بخوام تمام مواد در تموم شده و ایران داره و من میتونم این خبر خوش از این برنامه بدم و میتونم یک خجستبات بگم بر تمام نیروهای زحمتکش هسته ای ایران که شهید دادن هزاران ضربه های گسترده به خصوص در دولت خائن روحانی دیدن ولی امروز یک دستاورد بزرگی برای ایران آوردن و اون اینه که ایران رو به چرخه کامل ساخت بمب هسته‌ای رسوندن که ایران دیگه میتونه در خیلی از زمینه ها و معادلات جهانی یک برگ برنده ای داشته باشه و یک اهرم فشار فزاینده ای داشته باشه قرمتون برم همتون رو به خدای بزرگ میسپارم خیلی ممنون که به این برنامه توجه کردید پاینده ایران و بدرود